خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، در روزگار به کامتون باشه. از اینکه امشب هم در خدمت شما هستم بسیار بسیار خوشحالم. باور بفرمایید ما ساعت شماری میکنیم که اون لحظه‌ای برسه تا به صورت زنده در خدمت شما، در کنار شما و شما عزیزان بیننده باشیم. امروز قرار من یک ساعت اینجا با شما گپ بزنم، نه صادق هست نه فرشاد هست، دوستان همه برای سفر تشریف بردن، این فقط فکر کنم بلاش رو ما سنگینی کرده که بنده اجازه ندارم پام از این شهر و از این چیدم روستایی که هستم یه ذره اونورتر بذارم. به هر حال ما همیشه در خدمت شما هستیم، پای کار هستیم، دو سال فکر کنم هر شب در خدمتتون هستیم، به جز اون اتفاق کذایی که یه چند وقت با اجازه شما ما رفتیم بیمارستان خوابیده بودیم، دیگه هر شب ما اینجاییم. اما جالبه که دوستان ما هر روز به سفرهای مختلف میرن، دیگه آیه فرشاد خان ما از این ور شروع کردن، از اسرائیل و نمیدونم مالزی و باکو و آذربایجان و اینها رفتن، آیه صادق خان ما هم که الان داشتن شام میخوردن آماده بشن به یه سفر دیگه برن، ولی اشکالی نداره ما در خدمت شما هستیم، ما آش کشک خالص دیگه چه کار بکنیم، باید باشیم خدمت شما. اخباری رو که هر روز و هر شب اتفاق میفته از اقصی نقاط کشور و از اقصی نقاط دنیا ما حتما به سمع و نظر شما برسانیم. یه اتفاق خیلی جالبی رخ داد و خانم یه کتابی از مجموعه عملکردهای خانم کاملا هریس که میدین کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده است و الان هم معاون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای گوز بایدن هستن، ایشون یعنی معاون رئیس جمهور، یه کتابی ازش منتشر شد با صفحات بسیار قطور و خیلی جالبه، تو ساعات اولیه جزو پرفروشترین های سایت آمازون بود، اما خیلی ها تعجب کردن به بحث اینکه این کتاب به دستشون رسید، چون اصلا مضمون کتاب و تیتری که براش زده بودن نمیشدن مجموعه عملکردهای خانم کاملا هریس. وقتی این کتاب رو بعضی ها گرفتن برداشتن بردن خونه و بازش کردن که شروع بکنن به خوندن، دیدن که کتاب کاملا ورقهاش خالیه یا به عبارتی سفیده، هیچ نوشته‌ای نداره. که بعضی ها حالا آمدن گفتن که خب این یه رکبی بوده به خانم کاملا هریس که گفته که هیچ مجموعه عملکردی نداشته و کتاب رو کاملا سفید در اختیار مردم قرار دادن. خیلی از من پرسن آقا پیمان، شما که حالا داری مجموعه اتفاقات خاورمیانه یا حالا حول محور ایران و اسرائیل رو رصد میکنی و خبرهاشو برای ما به سمع نظر ما میرسونی، حتما در مورد آمریکا هم بگو که دیگه دو سه هفته بیشتر نمانده و اینکه خلاصه اوضاع بر وقف مراد کدام یک از کاندیداهاست. دوستان تا این لحظه که من خدمت شما هستم نظرسنجی هایی که دانشگاه‌های مختلف دادن اونا رو ولش کن، یکی دو تا نظرسنجی ملی در اومده که در آنجا جناب آقای ترامپ فعلا جلو افتاده و این خیلی جالبه به نظر من. احساس میکنم اگر ترامپ با همین فرمان بره جلو و کمپ انتخاباتیش بتونه حسابی اوکی باشه در این روزا، یکم دیگه انرژیک می‌بینی باد هر دو طرفشون خالی شده دیگه، یک ساله دارن تو سر و کله هم میزنن، الان مثل دو تا مشت‌زن داخل رینگ میمونن که اینقدر دیگه هم دیگه رو زدن دیگه حال ندارن، الان فقط مونده آن کسی که آخری مشت قوی و حساس رو بزنه طرف مقابل خودش رو بتونه آچمز بکنه. و من احساس میکنم این تا این ساعت وضعیت جناب آقای ترامپ خیلی خوبه. تا همین چند هفته پیش بود آقای جدی ونس معاون جوان ایشون یکم داشت ریپ میزد ولی الان خیلی جا افتاده. معاون خانم کاملا هریس که دیگه کلن فکر کنم از دور خارج شده و خانم کاملا هریس ایشون رو جایگزین آقای بایدن رو ببخشید آقای اوباما رو کلن جایگزین ایشون کرده و اون جاهایی که قرار بود معاون ایشون بره برای سخنرانی الان آقای اوباما داره میره. ولی خب مردم دوست دارن ببینن که این معاونی که قرار خانم کاملا هریس انتخاب کرده و قرار معاون رئیس جمهور آینده اگر کاملا هریس رئیس جمهور بشه چه کسی و دارای چه عقاید و چه افکار و چه برنامه‌هایی هست. یکم داره به کمپین انتخاباتی خانم کاملا هریس ضربه میزنه. حالا ما بعضی وقتا میایم اینجا، بذار من پیام‌ها رو ببندم که یه موقع چون حجم پیام ها اینقدر، این قلمای قرمز هم میفرستید من دلم نمیاد بگم نکنید این کارو، ولی خب این میاد یه ذره اینترنت ما به گوزی بنده دیگه داخل ایران، همه ما که دیگه میدانیم دیگه، به همین خاطر من
جرأت نمی‌کنم کامنت‌ها رو بزنم، ولی اینجا دارم می‌بینم که چه چیزهایی شما می‌نویسید. من بعضی وقتا میگم اینجا وقتی واقعیات رو میگم، بعضی از دوستان ایرانی که الان 30 ساله 40 ساله تو آمریکا زندگی میکنن، الان بیننده برنامه ما هستن، البته برنامه ما چون ساعتاش فرق میکنه، اونا وای میسن تو یوتیوب برنامه ما رو میبینن، بعد میبینن بعضا میان کامنت میزنن آقای بهبودی شما چرا همش از جمهوری خواها حمایت میکنی، شما که کف آمریکا نیستید، اینجا همه طرفدار دموکرات ها. عزیزان من اینجا اصلا یه بارم به شما گفتم چه آقای ترامپ بیاد بشه رئیس جمهور، البته ترامپ بشه مردم ایران دلشون بیشتر خونک میشه، خوشحال میشن، منم هر جا که مردم ایران اون مسیر رو میرن منم همون مسیر رو میرن. خانم کاملا هریس هم اگر شد بشه، کاملا هریس همین دیشب بود اتفاقا اومد با یه، بذارید اونو بخونم، کاملا هریس هم خیلی موضع سفت و سختی با جمهوری اسلامی گرفته. فکر نکنید که کاملا هریس فردا بخواد بیاد رئیس جمهور بشه بخوان نمیدونم با جمهوری اسلامی مماشات بکنه، اصلا این خبرها نیست. اما به هر حال مردم ایران وقتی دوست دارن که آقای ترام از جمهوری خواها بیاد، خاطره خوشی هم از جمهوری خواها دارن، چرا ما این حرف رو نزنیم؟ چرا حقایق رو نیاییم نگیم؟ بهتره که بگیم. نگاه کنید خانم کاملا هریس یک گفتگوی با سی بی اس داشته، ببینید چی گفته اینجا. خانم کاملا هریس معاون اول بایدن در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت که جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین دشمنان آمریکاست و دستش به خون آمریکایی‌ها آغشته است. ایشون داره این حرف رو وقتی میزنه، اصلا من کار ندارم بحث انتخاباتی شد فلان، ایشون الان معاون رئیس جمهور آمریکاست، وجاهت حقوقی داره، به عنوان یک شخصیت حقوقی میاد وقتی این حرف رو میزنه، یعنی پای این قضیه باید باشه. چرا شما این فیلم ها ثبت میشه، یه روزی میارن میزنن تو صورتش اگر بخواد رویه خودش رو بعد از انتخابات عوض بکنه. او گفته که با اشاره به حمله موشکی به اسرائیل افسود، اطمینان حاصل کنیم که جمهوری اسلامی هیچگاه به یک قدرت اتمی تبدیل نمی شود. یعنی گفته من چه رئیس جمهور بشوم چه نشوم این عقاید منه، من اصلا تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهم که جمهوری اسلامی یک روزی بخواد به انرژی به بمب هسته‌ای برسه. پس به هر حال شما وقتی از من می خواهید که من بیام اینجا حقایق رو بگم، باید بگم الان در حال حاضر جناب آقای ترامپ خیلی اوضاع و احوال خوبی هم داره. دیدید که چند روز پیش هم رفت به همون ایالتی که اونجا می‌خواستن ترورش بکنن، اون پسری که رفت بود پشت بام داشت شلیک می‌کرد و فلان اینا، دوباره رفت همونجا و با همون وضعیت یک میتینگ بسیار بزرگی گذاشت. اینا قدرتش رو نشون میده بابا. مرد خب میفهمه به همون اندازه که خانم کاملا هریس زیرخوابی این اون رو خوب میفهمه و تجربه بسیار زیاد داره. آقای ترامپ هم یه آدم بازاری و سیاستمدار رو چه میدونم شکارچی، میدونه بعد چه کارهایی رو بکنه دیگه. حالا ما این میایم اینجوری میگیم، ما اصل واقعه رو میبینیم برای شما تعریف میکنیم. دوستان من همین الان که خدمت شما هستم، حزب الله لبنان پاشو گذاشته رو گاز. من احساس میکنم یه جورای جمهوری اسحالی به حزب الله لبنان گفته آقا تو جون مادرت هر چی داری بزن، ما تو این سالا الان 20 25 ساله به تو موشک داریم، تو هر سوراخی تو موشک داری فقط به سمت اسرائیل تو روانه بکن، بذار اینا فرصت نکنن بیان حمله به ایران یا به جمهوری اسلامی داشته باشن. همین الان که من خدمت شما هستم دیدم که نزدیک به 13 تا یا 14 تا راکت از سمت حزب الله از سمت خاک لبنان به سمت شمال اسرائیل یکی از شهرهای کوچیک پرتاب شد، علارغم اینکه اسرائیل به خیلی ها گفته بود آقا شما تو این شهرها نباید دیگه زندگی بکنی، فعلا جنگ وضعیت خرابه. خب مردم یه سال گذاشتن کار و زندگی و ایناشو رفتن و الان هم میگه خسته شدن، آقا یه سال داریم میده تو دومی سال، نمیخوایم، ما میخوایم بلند شیم بریم سر خونه زندگیمون، اشکال نهایت میخواد یه موشک بیاد بخوره دوستانمون، زندگیمون اگر طبیعت و قسمت و کار ما اینه که ما در این لحظه بمیریم خواهیم مرد، تموم شد در فکر کارش. یه دوتا زن شوهر 40 و چند ساله بودن، متاسفانه همین ساعتی قبل بود اومدن داشتن سگگردانی میکردن، سگ خودشون رو برده بودن بیرون و فلان اینا، داشتن قدم میزدن یهو یه دونه از این موشک ها حالا نمیدونم به خودشون خورد، بغلشون خورد، ترکش به اینها خورد، متاسفانه هر دوتاشون رو در دم کشت. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد در بله این 6 این 15 16 تا موشکی که این 13 تا موشکی راکتی که به سمت اون شهر پرتاب شد 6 نفر دیگه هم زخمی کرده. حال یه پسر بچه میگن که بغرنج، چرا؟ چون اون یه ترکش خیلی بزرگ به سرش گرفته، خیر باشد دور باشد نصف کاسه سرشو برده، اونم میگن وضعیتش بسیار وخیمه. حالا امیدوارم که حالش خوب بشه، ولی در بخش مراقبت های ویژه هست. یعنی
همینطوری که امروز یکی از نمایندگان مجلس تو جمهوری اسلامی بود، آها ببخشید، این آقای مافنگی سردبیر روزنامه کیهان علی خامنه ای اون بود، امروز یه تیتری زده بود، من داشتم مقالهش رو میخوندم، میگفت اینجوری که الان پیداست این جنگ لبنان و اسرائیل حالا تمام بشه نیست. چرا؟ خیلی جالبه، خود کیهان شریعت مداری دیگه قبول کرده که تروریست های حماس کلن دیگه نابود شدند و خلاصه یه دونه یحیی سنبار مونده که امروز هم یه هلیکوپتر از طرف اسرائیل رفت و یه سری بروشورهایی تو منطقه فلسطینی غزه پخش کرد و اونجا به زبان عربی برای یحیی سنبار نوشته بود که تو دیگه هر جایی رو که بخوای انتخاب بکنی تو زیر زمین دیگه پایین تر از حسن خرس الله نمیتونی بری، چون ما اونجا رو دیدید که با موشک های سنگر شکن زدیم، تو را خیلی راحت پیدا میکنیم و به زودی خلاصه چراغ تو یه نفر رو هم خاموش میکنیم. شریعت مداری هم امروز برگشت گفت اینجوری که از میدان جنگ مشخصه لبنان و اسرائیل چیزی در حدود 2-3 سال دیگه هم جنگ خواهند داشت تا لبنان تا حالا حزب الله سرنگون بشه. دوستان اینجور که دست های پشت پرده مشخصه، جناب آقای شریعت مداری برای خوش گلابی خورده، به 2-3 سال طول نمی کشه، مطمئن باشید تو 6-7 ماه آینده کار حزب الله تمامه، چون اینجا تو غزه و تو رفح و چه میدونم تو اون خان یونس و اینها تروریست های حماس در بین مردم پخش بودن، اما اینجا حزب الله لبنان تو لبنانی ها، چون لبنانی ها خود توشون مسیحی ها بودن، نمیدونم کلا خیلی عقاید مختلف و فلان و چه میدونم دینای مختلف اونجا بودن، اینا رو این شیعه لبنانی ها رو حزب الله رو به تن نمی گرفتن، حزب الله یا مشخص جاهاشون کجاست و خیلی راحت اسرائیل هم داره یکی من امروز دیدم چند تا از این تونل های اینها رو با مهمات منفجر کردن، همینجور اون تونل ها داخلش که این مهمات بود داشت منفجر میشد و دودش میزد بیرون، حالا ما تو فیلم ها هم دیدیم. من بعید میدونم که این به 2-3 سال بکشه، مطمئنا تو 7-8 ماه آینده 6-7 ماه آینده اسرائیل نسخه حزب الله رو هم خواهد بز. این معاون دبیر کل حزب الله هم که دیشب تو یه سوراخی، اصلا معلوم نیست تو کدوم دخمه این بود، ازش گزارش گرفته بودن، دم به ساعت داشت عرق خودش رو پاک میکرد، معلوم بود اینو تو یه گوشه تو زیر زمین برده بودن، هم گرم بود هم تنفس اونجا درست نبود، به زور داشت میگفت آره ما تمام این کسایی رو که شما کشتید تونستیم براشون یک نفر رو به عنوان آلترناتیو پیدا بکنیم و مسئولیت بهش بدیم و تونستیم خودمون رو بازسازی کردیم. غلطیه که اینها میکنن و لحظاتی قبل بود من دیدم که رئیس CIA سازمان امنیت ملی آمریکا، اطلاعات ملی آمریکا، اون آمد گفت که نه، ضرباتی رو که اونجوری که ما داریم رصد میکنیم، کارشناسان اطلاعاتی ما آمریکایی‌ها دارن رصد میکنن، اسرائیل تونسته تو همین چی میگن چند هفته‌ای که این کار رو شروع کردن، حملات خودشون رو به لبنان شروع کردن، از اون داستان واکیتاکی و اون پیجرها و فلان و اینها خیلی تونستن ضربه بسیار مهلکی بر پیکره حزب الله بزنن و حزب الله تا الان نتونسته خودش رو ریکاوری کنه، یعنی نتونسته خودش رو پیدا بکنه و این موشکایی هم که میبینید دارن میزنن بی هدف پرتاب میکنن، اصلا روی هیچ برنامه‌ای نیست و زمینی هم که دیدید همین دیشب هم بود، یکی دیگه از لشکرهای اسرائیل وارد خاک لبنان شد و کاملا دارن روستاها رو میگیرن، پرچم حتی تو مرز بین جنوب لبنان و شمال اسرائیل تو یکی از همین شهرها عکس مجسمه قاسم کتلت رو درست کرده بودن این گروه رضوان حزب الله و اون دستش اینجوری سمت اسرائیل گرفته بود که آقا حمله کنید بزنید بکشید و فلان و بسار و اینا، آمدن اینو با بولدزر سر خارمادر کتلت پتلت و صلوات دادن، به جاش یه پرچم اسرائیل رو در کمر حزب الله جمهوری اسلامی تا دست فرو کردن و گفتن که از این به بعد، و جالب اینجاست اسرائیلی‌ها همینجور دارن میرن خاک لبنان رو میگیرن، اگر یادتون بشه من به شما چند وقت پیش بهتون گفتم اینها برن به بهانه اینکه ما میخوایم 60-70 هزار نفر از اسرائیلیایی که الان یک سال اومدن دارن تو هتل ها میخورن و خرجش رو دولت داره میکشه، ما میخوایم اینها رو برداریم بیاریم داخل خونه های خودشون در شمال اسرائیل، گفتم به همون بهانه هم شده این زمین ها رو همه رو مال خود خواهند کرد، الان هم اینجوری داره میشه، هر روستایی رو که میرن میگیرن، تمام اونجاهایی که متعلق به حزب الله هست کلا منهدم میکنن،
روستاها رو کلن میگن دیگه کسی حق نداره وارد بشه و اونجا میشه تحت یه مرکز نظامی ممنوعه، یعنی ورود ممنوع، اعلامیه هم زده هر کی بیاد میشه هدف مشروع و ما میزنیم و میکشیم. به خاطر همینه شهردار بیروت بود پریشب داشت میگم نزدیک به 300 هزار نفر از همین حمله زمینی اسرائیل که به اون روستا آمدن، 300 هزار نفر از اونجا فرار کردن فرار کردن و آمدن به سمت بیروت که ما موندیم با اینا چیکار بکنیم. همه کنار خیابون بیتوته کردن، هتل ها و مسافرخانه ها و اینها رو ما با اینکه گفتیم نصف قیمت و نصف قیمت حساب بکنید بذارید اینا همه بیان اونجاها زندگی بکنن، بازم دیگه جا براشون نداریم. خیلی هم اومدن خونه فک و فامیلاشون هستن، ولی خیلی ها هم کنار خیابون بیتوته کردن، چادر زدن و فلان. حق شماست، این حق شماست. چرا؟ چون همین ماه پیش بود صد بار اسرائیل به شما گفت آقا از این خط آبی این مرز بین اسرائیل و لبنان برید عقب، یه 15-16 کیلومتر برید عقب، ما این 70 هزار نفر رو بیاریم، 60 هزار بیایم برن دیگه سر زندگیشون. حسن خرس‌الله برگشت چی گفت؟ گفت نه ما عمرن از اینجا تکون نمیخوریم. اگه یادتونم باشه تو همین برنامه ما اومدیم گفتیم آه حتی نماینده جناب حضرت رسول الله مسلم گوز بایدن آمد رفت با رئیس مجلس لبنان صحبت کرد، از سرپرست نخست وزیری صحبت کرد. لبنان هم که الان صاحب نداره، نه رئیس جمهوری نه رئیس جمهوری، هیچی نداره. با اونا هم رفت صحبت کرد، حتی یک نماینده فرستاد با خود حسن خرس‌الله زیر زمین داخل سوراخ موش صحبت کرد، گفت که نه سر فلان چیزش موند و گفت ما تا آخر خواهیم ماند، تا آخر اینها دارن فرو میکنن. الان همین دیشب تو سخنرانی معاون دبیر کل حزب الله آمد گفت که باشه، ما ببینید چقدر خاک بر سر و بدبخت شدن. آمد گفت ما آتش بس بدون قید و شرط رو میپذیریم. بدون قید و شرط یعنی چی؟ یعنی این خط آبی رو که اون دفعه اسرائیلی ها با زبان آدم با اینا صحبت کردن، این حیوانات وحشی قبول نکردن، الان بیه بی قید و شرط میپذیریم. تا چند چقدر زمین میخواییم بیه وردارید ما میریم عقب. اسرائیل میگه دیگه این تو بمیری اون تو بمیری نیست، الان شما مثل مار زخمی میمانید. ما الان اگه بیایم با شما مساعدت بکنیم، با شما توافق بکنیم، سر یه میز بشینیم، دوباره ریکاوری میکنید خودتون رو، یه حمله غافلگیرانه با ما دارید. پس حالا که ما شروع کردیم، تا حالا انتخابات آمریکا بشه، تا رئیس جمهور مشخص بشه، تا چه میدونم معارفه بشه و تنفیذ انجام بشود، ما زدیم خارمادر اینا رو صلوات دادیم. اما بذارید یک چیز دیگر من خدمت شما عرض بکنم. آها دیشب هم زیاد نامخاله رو کشتن، همین کسی بود که پری روز آمده بود خایمالی علی خامنه ای رو داشت میکرد دستپوسی و فلان و اینا تو یادتونه دیگه، تو مجموعه آزادی آمدن تو اون ورزشگاه با اون همه سعی کردن جمعیت خودشون رو جمع بکنن، کلی افغانی پفغانی هم آوردن به تک مردم زدن، پرچم و مرچم، بیشتر پرچم اونجا بود تا آدم. که بعد همین زیاد ناخاله آمد از نمیدونم دبیر کل از حزب الله و فلان و اینها آمد اونجا رفت به مقاومت، آمد رفت اونجا صحبت کرد، اگر یادتون باشه میکروفون گفت پیروزی با ما، شما مطمئن باشید، ما مردم ایران، ما مردم حزب الله، ما مردم مقاومت، حماس فلان، به زودی اسرائیل را محو خواهیم کرد. زدن خارج و دیشب صلوات دادن، یعنی دهنشو دیشب سرویس کردن. دیگه کی مونده؟ خرس‌الله رفت، نوخاله رفت، هند خاله رفت، سسمس رفت، سرای شفت و همه رفتن دیگه، همه رو زدن کشتن. جالب اینجاست دیشب شبکه 14 اسرائیلی بود اگر اشتباه نکنم، بذارید ببینم درست دارم میگم یا نه، به هر حال حافظه ما تا یک جاییه، بعد همه اینا رو تو ذهن خودم. بله شبکه 14 اسرائیل دیشب آمد یک برنامه تحلیل جنگ و فلان و اینها گذاشته بود، ولی دکورش خیلی باحال بود، دکورش خیلی باحال بود از این بابت که عکسایی که اون پشت گذاشته بود و هدف یعنی سیب رو مخشون کشیده بود خیلی جالب بود. افرادی که اون داخل بودن که سیستانی بود، این مرجع تقلب نه ببخش مرجع تقلید نمیدونم این جهان تشیع نمیدونم فلان و بسار اینها که تو عراق، یکی اونو گذاشته بودن، یعنی اونم هدف مشروع اسرائیله، یعنی برای اسرائیل دیگه دو شاب نداره، گفته حالا که دارم میزنم بذار همه رو با هم بذارم، همه رو با هم بشورم. نه خیلی جالبه، یه خبرنگار لبنانی خانوم هست که میاد بعضی وقتا برای نمیدونم یکی دو تا از این شبکه‌ها برای ایران اینترنشنال و اینا هم صحبت میکنه، این رفته با مردم خود شهر بیروت صحبت کرده و میگفت که آقا شما ناراحت هستی از اینکه اسرائیل داره میزنه؟ گفت نه ما اتفاقا خیلی راحتیم،
بزن، اصلا بزن دهن اینا رو سرویس بکن، بزن یه بار تکلیف اینها مشخص بشه. زور دولت مردان خاک بر سر لبنانی که به اینها نمیرسید، به حزب الله گفت بزنن. حالا که خرس الله رو کشتن، بزن این بقیه عروس لوباشش هم بکشن. این لبنانی که یه زمانی عروس خاورمیانه بود و الان اینقدر بدبخت شده از دست همین تروریست های حزب الله و لبنان و شیعه و فلان و اینها، بزن اینا رو بکشن، پاکسازی بکنن، اشکال نداره، ما سختی رو تحمل میکنیم. خلاصه اینها رو وقتی نابود کرد اسرائیل، آن وقت ما رئیس جمهور پیدا میکنیم، نخست وزیر پیدا میکنیم، دیگه این کسافت ها نیستن به تبع حمایت جمهوری اسلامی بخوام بیان فضولی بکنن در سیاست کشور ما، و ما میتونیم یک کشور دوباره درست بکنیم. با همین اسرائیل دست دوستی بدیم، با تمام دنیا دست دوستی بدیم. ما اینقدر خوش آب و حواس اینجا، اینقدر چیزهای تاریخی داریم، دوباره گردشگرها میان، میتونیم کشورمون رو درست کنیم. ولی در وهله اول مهم اینه که حالا اسرائیل اومده لطف کرده. یعنی میخوام اینو به شما بگم که مردم لبنان اصلا ناراحت نیستن از این اتفاقات. چرا؟ چون اسرائیل اونا رو داره نمیزنه، هر کسی رو داره میزنه، هر موازی رو که داره میزنه مال حزب الله است. و بله، اینم داشتم میگفتم، اون شبکه 14 ابری اسرائیل، اون دکوری که زده بود، یه دونه عکس سیستانی بود، یه دونه عکس علی چولاق هم اونجا بود. این خیلی جالب بود، علی چولاق هم اونجا بود. یعنی قراره که علی چولاق هم بزنن، نمیدونم، فکر کنم خبر دارید دیگه، همین لحظات پیش. آها، اینم به شما بگم آقای ما قرار بود برنامه رو اونجوری دو بخشی بکنیم، من دیگه همینجوری دارم برم دارم تخت گاز میرم دیگه، فکر کنم اینجوری بهتره دیگه، حالا تا بیام نرم و نازک صحبت کنیم. وا بده، خیلی جالب بود. بذار اینو به شما بگم، ما دیشب با صادق صحبت کردیم، اگر یادتون باشه، جناب آقای گالانت وزیر دفاع یا وزیر جنگ اسرائیل قرار بود امروز کجا بره؟ بره ایالات متحده. چهارشنبه قرار داشت، در بد و ورودش هم می‌خواست بره اول دیدار بکنه با آقای جان کربی سخنگوی کاخ سفید، و بعد از اون بره با کی دیدار بکنه؟ با آقای سرلشکر آستین صحبت بکنه، که ایشون هم چه می‌دونم وزیر حالا جنگ و رئیس ستاد مشترک و همه چیز هستند و اینها. نه، رئیس ستاد مشترک هم وزیر دفاع ایالات متحده قرار بود بره با اون صحبت بکنه. ولی جالب اینجاست، در آخرین لحظات که میخواست بره پای هواپیما که سوارش بره، دستور آمد از طرف آقای نتانیاهو که شما حق سفر ندارید، بمانید، قرار یک تصمیم گیری جدی بکنیم. تصمیم گیریشون چی بود؟ شب گذشته اینها نشستن، به هر حال اینها هر وقت میخواد به هر جایی حمله بکنن، قبلا به غزه حمله کردن، بعد به لبنان حمله کردن، بعد به حوثی ها حمله کردن. اینا آقای نتانیاهو یه کار خیلی جالبی میکنه، به خاطری که همه رو همراه خودش بکنه، فردا نقدی نباشه، یکی از کابینه نره برای خودش شیچکی نزنه و فلان، یه اتاق جنگی تشکیل داده که همین وزرا بعضی هاشون توش شرکت میکنن، یکیش هم همین آقای گالانته. اینا میان میشینن اونجا، آقای نتانیاهو میگه آقایان نگاه کنید، این طرح نقشه‌ایه که ارتش به ما داده، این طرح نقشه‌ایه که شباک داده، این طرح نقشه‌ایه که موساد داده. خب حالا اینا دادن که ما مثلا میتونیم اینجوری حمله بکنیم، این ساعت این کارو بکنیم و فلان، بیایم بشینیم رأی گیری بکنیم. نگاه، اینو میذاره تو خرد جمعی، یعنی دفعتن واحدن، حالا به عنوان رئیس ستاد کل شورای عالی اون کشور میتونه خودش دفعتن واحدن امضا بکنه، بگه آقا با مسئولیت من برید. نمیکنه، این شورای جنگ و این اتاق جنگ و راه انداخته داره، از همه اینها امضا میگیره. دیشب هم با آقای گالانت برگشت که لازم نیست تو بری، بیا اینجا بشین، ما بخوایم امضا بکنیم، تو باید اینجا بیای امضا بکنی، چون تو یه دونه از اون شیطانهایی هستی که فردا بلند میشی میری اون برای آب ما رو به دوزار میفروشی. آوردش نشوندن دیشب، دوستان آخرین ساعت به این نتیجه رسیدن، چون قبل از اون آقای نتانیاهو یک 6 ساعتی رو رفته بود با نظامی ها جلسه داشته بود، تمام اینکه چجوری میخوایم به خاک ایران حمله بکنیم، به کجاها میخوایم حمله بکنیم، چه داستانهایی پشتش هست، بعد از اون چه کارهایی رو میخوایم انجام بدیم، با اونها به نتیجه رسید. همون طرح برداشت آورد، سری برای همه خوند و برگشت گفت که خب حالا رأی گیری میکنیم. در آخرین لحظات خیلی جالب بود، همین ترور آرام که شبکه وابسته به دستگاه امنیتی اسرائیل آمد، گفت در آخرین لحظه همه امضا کردن که آقا ما موافق حمله به موازی جمهوری اسلامی در خاک ایران هستیم، تمام شد، یعنی تصویب شد. بعضی ها برای رقم اینکه دیشب ما آمد اینجا گفتیم آقا اینقدر از ما نپرسی، آقا نزد که آقا چی شد آقا؟ اینها دیشب به این نتیجه رسیدن که تا دست فرو کنن به علی خامنه‌ای، این 100% موک مهرش هم خورد، تمام شد. اما امروز وقتی آقای گالان توی خبرنگار بهش گفت که آقا حالا خب دیگه شما تصمیم گیری رو ظاهرا دیشب کردید و فلان و بسار و اینها، چرا الان سفر نمی‌کنید؟ گفت آقای نتانیاهو منو نگه داشته. چرا؟ چون از کاخ سفید
با ایشون تماس گرفتن که تا لحظاتی دیگه حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای گوز بایدن رئیس جمهور آمریکا قراره با ایشون تماس تلفنی بگیره. دوستان اگر الان ریز پنچری میبینید که اینا امروز فردا میکنن نمیزنن، میدونید به خاطر چی؟ دیشب من توضیح دادم بهتون، برای دنیا فقط الان اصلا جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نداره. دیشب هم به شما گفتم، هم آمریکا بهشون گفته، هم انگلستان گفته، هم آلمان گفته، هم فرانسه گفته، گفته آقا بزنید. حتی خود آمریکا هم گفته به نتانیاهو، گفته آقا بزنید خامنه ای رو بکشید، مواضع سپاه رو همه رو بزنید، مراکز نظامیش رو همه رو بزنید، جان مادرتون فقط مراکز هسته‌ای رو با مراکز نفتیش رو نزنید. چرا؟ امروز هم اتفاقا همون تحلیلی که من دیشب کردم، یکی از این خبرگزاری ها تو فرانسه داشت همین بحث رو پیش میکشیم، فردا پس فردا زمستانه، زمستان های اروپا هم همیشه سخته، وقتی سخته ما مصرف نفت ما، مصرف انرژی ما، مصرف گاز ما چی میشه؟ زیاد میشه. خب به همین خاطر شما که الان میخوایی بری بزنی، برو بزن، ما هم پشت دستی به این نفت و گاز رو تو بزنی، اینا به هر حال جمهوری اسلامی، حالا چه قانونی چه غیر قانونی، چه پشت دست همین الان نفتش رو آذربایجان و ترکیه و چین و این روسیه دارن میفروشن تو بازار، خودشون هم دارن سیاه میبرن تو آسیای جنوب شرقی میفروشن، چقدر روزی 2.5 میلیون بشکه اینها از ایران دارن نفت تزریق میکنن. اگر شما فردا مثال بزنید خارکو، جزیره خارکو، چون 70% بارگیری نفتی کشتی ها از اونجا سوره، شما اونو بزنید ناک اوت بکنید، این نفت دیگه به بازار نمیاد. وقتی به بازار نیاد یهو دیگه حوزه خلیج فارس، اعراب قیمت نفت رو کردن بالا، چون مجبورن تولید خودشون رو چند برابر کنن که اون 2.5 میلیون بشکه جاش پر بشه. خب وقتی هم انرژی بره بالا، همه چیز میره بالا، اون موقع دار دسته جناب آقای گوز بایدن در دموکرات ها یعنی کاملا هریس و فلان در انتخابات آمریکا شکست میخورن، که یک ضربه بزرگی برای دموکرات های دنیاست، نه فقط دموکرات های آمریکا. نگاه کنین آقای ترامپ بیاد که این اروپایی رو به تخم خودش حساب نمیکنه. دیدید که دوره قبلم یه 4 سال شد، اصلا برای اینا اصلا کاری شد، اون میگه من دیگه میخوام از ناتو بیام بیرون، دیگه هم حق و زمه به شما نمیدم، حمایتم نمیکنم. خب این یک ضربه سنگینی میشه. فردا میاد میگه جنگ چه میدم اوکراین و روسیه از من با روسیه رفیقم، به اوکراین کمک نمیکنم، تسلیحاتم نمیدم. خب یه شکست مفتزهانه میشه برای اروپایی‌ها. به همین خاطر اروپایی‌ها واقعا صد پشت چپی‌ها یا دموکرات‌های آمریکایی هستن که هر طور شده کاملا هریس رو خلاصه فقا بکنن تو همین بحث انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور بشه. به همین خاطر اینها الان هی دارن به نتانیاهو فشار میارن، آ نزن جون مادر، التماس هم میکنن، نه اینکه غرولند بکنن، چون اینا کار خودشون رو میکنن. آقای گالانت هم همین لحظاتی قبل که بهش گفتن آقا نمیخوای سفر بکنی، گفت آقای نتانیاهو به من گفته بمان، ته ساعت آینده قرار یک اتفاقاتی بیفته. ته ساعت آینده هم الان دیدم اتفاقا شبکه 12 عبری زبان اسرائیل یه چیزی رو رضاینا برگشتن تو کانال گذاشتن که اونجا داستان چی بوده. داستان این بوده که آقای نتانیاهو گفت من همین لحظاتی قبل با آقای بایدن صحبت کردم، رئیس جمهوری، همین لحظاتی قبل با 50 دقیقه هم اینها با هم صحبت کردن. دو طرف سخنگوها هرچی خبرنگارا سعی کردن بگن داستان چی و فلان، گفته آقا فقط اینقدر به شما بگیم که اینها به توافق رسیدند. به توافق رسیدن. به توافق رسیدن یعنی چی؟ اون حرفو اونها زدن، خبر سخنگوهای ایالات متحده و سخنگوی اسرائیل، دولت اسرائیل. گفته آقا 50 دقیقه صحبتی که آقای بایدن با آقای نتانیاهو داشته خیلی خوب و مفید و جالب بوده. وقتی میگن خیلی خوب و مفید و جالب بوده یعنی چی؟ یعنی که آقای اسرائیل تو بلنشو برو، چراغ سبزو داری بزن. این یک. وقتی گفتن دو طرف گفتن، مخصوصا سخنگوی کاخ سفید گفته که آقا اوضاع خیلی خوبه، به خیلی صحبت‌های فیما بین این دو تا نخست وزیر و رئیس جمهور خیلی خوب بوده، یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای نتانیاهو دل جناب آقای گوز بایدن رو هم به دست آورده. احتمالاً اینا دیگه بخوان به ذخایر هسته‌ای ایران، مراکز هسته‌ای ایران یا نفتی ایران نخوان حمله بکنن. خب چرا؟ چون بگن سخنگوی مثلا کاخ سفید میگه نه ما نمیتونیم به سال نظر بکنیم، یا بگن که نه حالا قرار دوباره صحبت بکنم. وقتی اینجوری میشه یعنی اوضاع بیریخته، ولی الان میگن اینجوری. بعد من دیدم همین کانال 12 عبری
اسرائیل هم الان آمد یه عکسی نشون داد، همه ارتشی ها و این فرماندهان ارتش رو ببینن فلان و بسا دستگاه امنیتی و اینا دوره یه میز نشست و نتانیاهو اونجا نشسته بود با لبخند، بعدم تیتر زده بودی آخرین عکسیه که اینا و فرماندهان نشستن دارن تصمیم نهایی رو میگیرن. تصمیم نهایی چیه؟ اون پلنی رو که رو میز گذاشتن که کجاها رو قرار بود بزنن. خب این بعد از 50 دقیقه صحبت با جناب آقای بایدن به نتیجه رسیده که 4-5 تاشو برداره بذاره کنار، هم دل آمریکا رو به دست آورده، 100% 100 تا امتیاز هم از آقای بایدن گرفته. بایدن حاضر الان خکونی تو ما رفت نتانیاهوی حاضر شلوارش رو بکنه بده به جناب آقای نتانیاهو بپوشه، ولی این حمله نکنه که فردا دموکرات ها تو انتخابات آمریکا به هم بخورن و آقای ترامپ هم که قربونش برم حجیگریش عالیه بیاد بگه نگاه کنین مردم زدن کشتن قیمت ها رفت بالا، اینا لیاقت جلوگیری از این مثلا جنگ و فلان و اینها رو نداشتن، نفت کمبود شد، قیمت انرژی رفت بالا تو این زمستان سخت و اینجور داستان ها. پس الان به این نتیجه رسیدن و اینکه آقای گالانت رو آقای نتانیاهو اجازه نداده که بره به سفر و گفته بمان، به هر حال وزیر جنگ دیگه باید کنارش باشه. شاید من اصلا اظهار نظر نمی کنم، شاید دارم میگم، شاید قراره تا ساعاتی دیگه، چون گالانت هم اومد یه حرف قشنگ زد همین لحظاتی قبل، بهش گفتن که خلاصه این 50 دقیقه صحبت فلان چی شد، گفت اینا به نتیجه خیلی خوبی رسیدن و ما مطمئنن حمله خواهیم کرد به خاک ایران و به مواضع جمهوری اسلامی و طوری حمله خواهیم کرد و طوری مواضع اونها رو منهدم خواهیم کرد که اونها نفهمن از کجا و چجوری خوردن، از کجا و چجوری خوردن. یه ذره این حرف یک جوریه، دیشب که آمدن گفتن ما به توافق رسیدیم، یعنی تثبیت شده که F-35 و F-15 ها برن، اینا هم که قربونش برم همه رادارگوریز، همه بمبای سنگر شکن، این هواپیماهای سوخرسان هم که الان آمدن بالا سر چه میدونم تو خاک عراق دیده شدن، تو این کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده شدن. خب احساس میکنم که اینها یک داستانهایی و تحت عنوان شبهوار وارد خاک ایران بشن، مراکزی رو حسابی بزنن، برگردن برسن اسرائیل، تازه جمهوری اسلامی بفهمه از کجا خورده. البته امروز در این مشاور ارشد سپاه تروریستی پاسداران جمهوری اسلامی هم یه سری واقعه داشت میکرد و آمده و تو شجور خیلی آتشین صحبت میکرد و فلا، اولا که برگشت گفت که نمیدونم ته روزهای آینده قرار خامنه ای به آقای دارونخود، این مرده اسمش اسمال قاهانی، این زنده از حالش هم خوبه و فلان، ته روزهای آینده این تاکسی برگشتی رو قرار بهش مدال شهامت، مدال افتخار فلان بده. حالا یه چیزی بود که این گفته، ما نمیدونیم این مردک الان فکر کنم دارن تیمارش میکنن، آمادهش میکنن که بعد اون روز اینو بیارن لباس بس مرده متحرک اونجا بزنن، حالا یه چه میدونم سردوشی هم علی خامنه‌ای بهش بده. حالا این گفته دیگه، گفته ته چند روز آینده. خب مردک بگو دو روز آینده، بگو آخر هفته، بگو فردا، بگو پس این چند روز آینده از همین فردا پس فردا شروع میشه تا 60 سال آینده. خب حالا باید ببینیم که داستان چیه، ولی این امروز اومد برگشت گفت چه یک موشک اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی بزنه، چه 100 تا بزنه، ما آماده کردیم هزاران موشک رو به سمت اسرائیل. خب وقتی این احمق اینجوری میگه 1% اگر درست باشد این حرفاش، یعنی ما مردم ایران 85 میلیون باید کتل رو برداریم بریم تعزیه، وقتی میگه هزاران موشک رو، حالا هزارانش رو وابده 500 تا نصفش رو بزنه، این دیگه کاملا جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی استارتش زده خواهد شد. چرا؟ این میگه اگر 1 موشک بزنن، خب ما که الان دیگه اینجوری که داریم میدان خانی میکنیم، بازی ها رو میخونیم، گفته ها رو داریم میبینیم، دیگه آخرین نظر نیم ساعت قبل بود که آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل آمد گفت ما طوری به اینها میزنیم که نفهمن از کجاها خوردن. خب وقتی اینجوری میگین دیگه یه موشک نمیخوان خلاصه فرو بکنن، قراره یه کارهایی بکنن. خب وقتی اون بزنه اینم بزنه دیگه استارت جنگ میخوره، که من امیدوارم یه همچین اتفاقی دیگه نیفته. ما گفتیم آقا بزن مواضع اسرائیل و بزن این سر علی خامنه ای و دیوس و بزن بکش ما خیالمون جمع بشه، ولی حالا که اینجور بوش پیداست
قرار یه کارهایی رو انجام بدن. روسیه خیلی جالب بود، من تو این شبکه ها داشتم میخوندم، رسانه های روسی میگفتن که آقا شما وقتی میبینید که آقای نو داشت یه سیخونکی میزد به مسئولین سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، میگفت آقا را به را اسرائیل اینجور داره شما رو میزنه، شما چرا اینقدر احمقی راخه؟ وقتی چه میدونم جلسات طبقه بندی شما رو میدانند، یعنی مهمترین اتفاقات شما دیگه، آخرین مهمترین اتفاقات چی بود؟ اون جلسه ای بود که قرار بود همین آقای اسماعیل قاآنی و اون معاونش و نمیدونم صفدین پدر شوهر نمیدونم اون زینب کتلت و که قرار بود اینو به عنوان دبیر کل اونجا منصوب بکنن، تو اون جلسه شرکت کردن دیگه. اون جلسه جلسه بسیار محرمانه بود. روسیه الان رسانه هاش میگن آقا شما چقدر مشنگی داخل، وقتی اسرائیل این همه دسترسی داره به چه میدونم بالاترین اطلاعات شما، محرمانه ترین اطلاعات و جلسات شما رو میزنه، شما مطمئن باشید که در جلسات فوق محرمانه شما، در اتاقهای جنگ شما، در اتاقهای تصمیم گیری شما در جمهوری اسلامی، افسران اطلاعاتی اسرائیلی اونجا نشستن. خیلی جالبه. حالا اون افسران اطلاعاتی از همین اسمال آقا میتونه باشه، قاآنی یکی از فرماندهان ارتش، فرماندهان سپاه میتونه باشه، چه میدونم دار دسته علی خامنه ای میتونن باشن، ولی خاک تو سرتون که اینقدر گند و گوزی میکنید بغل گوشتون این همه آدم فروش دارید که شما رو به 2000 میفروشن، هر شب اسرائیل داره یکیتون رو کتلت میکنه به شما تحویل میده. خب این تا اینجا بود دوستان. یه ذره اجازه بدید من داخل کشورم، اگر اجازه بدید من برم یه سری چیزها خدمت شما عرض بکنم. یه اتفاقی امروز افتاد اینجا، من اتفاقا تو همین کیوس که این روزنامه های صبح آلمان داشتم میخوندم که واقعا وحشت انگیزه. من بعضی وقتا میام میگم که آقا من دوست ندارم کشور من وارد جنگ بشه، من دوست ندارم از بینی یکی از ایرانیان عزیز با شرف من حتی یه قطره خون بیاد، ولی به همون اندازه دوست ندارم که این اتفاق بیفته. به شدت دوست دارم که اسرائیل بیاد مواضع تروریست های سپاه پاسداران رو بزنه، تروریست های سپاه پاسداران رو، این مراکز موشکیش رو بزنه، خونه علی چلاق با خود علی چلاق بیناموس رو بزنه، دستگاه های امنیتی اطلاعاتی ما رو بزنه، اینها رو بزنه. یعنی به همین اندازه من. چرا امروز کل روزنامه های اروپا صبحش صادر شد گفت ایران، یعنی همین جمهوری اسلامی، طی آخرین آماری که نمیدونم اون سازمان عفو بین الملل چی بود، گفت بالاترین آمار اعدام رو در دنیا داره. یعنی این کار تو زمان هیتلر هم گفت بود، بر پدر مادر علی چلاق لعنت. و جالب اینجاست تو روزنامه نوشتن 75% اعدام های کل دنیا فقط تو ایران اتفاق میفته. آقا این آمار خیلی افتضاحه، خیلی بالاست، یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد بشریه، یک حکومت ضد بشره، یعنی یک حکومتیه که به مردم خودش رحم نمی کنه، هیچی به دنیا هم رحم نمی کنه. آخه مگه میشه این همه کشور ما تو روی کره زمین داریم، اونا 25% اعدام ها رو در سال انجام میدند؟ خب فقط ایران یعنی جمهوری اسلامی با دستور علی خامنه ای بیناموز 75% مردم ایران رو میکشه، اعدام میکنه هر روز صبح با صدای اون اذان تخمی تخیلی شیطانیشون، هی جوانای ما رو دارن میکشن بالای دار، هی جوانای ما رو دارن میکشن. اینجا چند وقتی پیش یه اتفاقی افتاد، یک آقای یک شخصیت آلمانی بود اگر اشتباه نکنم، چندین نفر رو کشته بود تو حیات خونه خودش، چال کرده بود توی روستایی، چند نفر دیگه هم آماده باش کرده بود توی محبوس کرده بود، یکی از اونها فرار میکنه، میره میگه، طرف رو دستگیر میکنن، اعتراف میکنه، 6 تا جنازه، 6 تا جسد داغ شده رو از زیر خاک پیدا میکنن، 4 تا آدم رو که شکنجه کرده بود از یه دخمه بیرون میارن، تازه براش زدن نمیدونم حبس ابد 25 سال فلان. بعد شما بیناموسا
یکی از جوانای ما یه سطل زباله آتیش زده، یکی نمیدونم فلان کرده رو میگیرید میبرید گوشه دیوارکش و اعدامش میکنید، تیربارانش میکنید، بالا میکشید، بعد اینقدر شما وقیح و کثیف هستید، پول تیر میگیرید، پول طناب میگیرید، پول تابوتش رو میگیرید، پول قبرش رو میگیرید، بر پدرتون لعنت. من وقتی میگم که هزاران بار من راضیم که اسرائیل حمله بکنه و تروریست های سپاه پاسداران که رأسشون علی چلاق حرامزاده هست رو بزنه، به این خاطره. اما حالا همین حرفم دارم میزنم، شب گذشته بود بعد یه دونه از این شبکه‌های حقوق بشری داشتم نگاه میکردم، 11 نفر رو همین شب گذشته فقط کشتن تو یکی از زندان‌های زاهدان سیستان بلوچستان. 11 نفر رو چرا؟ برای چی؟ اما من هیچ وقت یادم نمیره این زنه فاطمه مهاجری یا مهاجرانی بود، اگر مهاجرانی میدونی که این خانم آوردن آقای گوزیده ظریف جمهور اینو آورد به عنوان گفت خانم مهاجرانی تو بیا سخنگوی دولت شو. خب اینم آمد گفت که آقا من یکی از آرزوهام اینه که من وقتی اومدم سخنگوی آقای گوزیده شدم خیلی دوست دارم اولین باری که میرم پشت مثلا میکروفون با خبرنگارا صحبت کنم خبر بسیار خوبی به مردم بدم. من فقط با این آرزو آمدم، این مسئولیت و اروای آقا جان من قبول کردم. خب همین گوزکن الان آمده اولین روزی که اینو بردن پشت میکروفون صحبت بکنه تا دست فرو کرد به ما. چی گفته؟ بذارید از رو بخونم حالشو ببرید. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مورد ناترازی، این ناترازی دهن ما رو سرویس کرد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مورد ناترازی انرژی در ایران و احتمال افزایش قیمت بنزین امروز گفت ما ناترازی های جدی داریم و باید به مردم حقیقت رو بگوییم، اما همونطور که رئیس جمهور قول دادن قبل از انجام کار کارشناسی هیچ اقدامی انجام نمیگیرد. یعنی چی دوستان؟ این شوم امروز آمد پشت میکروفون گفت به زودی ما بنزین رو گرون میکنیم، ولی آقای گوزیده برگشته گفته نه همینجوری اعلام نمیکنیم، اول روغن میمالیم نرمش میکنیم که بعد اگر فرو رفت به کسی فشاری نیاد، کسی دردش نگیره. خب بی ناموز اون آقای صخره‌نورد کی بود؟ رئیسی شهید جمهور، اون لااقل خوش مینداخت یهو میزد یه شوک بیداد تمام میشد میرفت به کارش. تو میخوای نرم نرم دهن عمر سرویس بکنی. اینم گفته سخنگوش بعد از مدت ها آمد یک همچین حرفی زد. سخنگوی دولت در مورد تغییرات اعمال شده در سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی که در ابتدای هفته جاری اعمال شد گفت اتفاقی که درباره بنزین بعد از حمله موشکی ایران افتاد نیز به دلیل حجم تقاضا بود. کارشناسان ایجاد محدودیت در سوختگیری را در راستای مدیریت مصرف سوخت و سنجش افکار عمومی نسبت به تغییرات عادی در این حوزه، نگاه فقط با کلمات بازی میکنم، بی ناموز بیان با زبان همین زبانی که الان من دارم حرف میزنم، بیان راحت بگی آقا ما نه غیرتشو داریم نه شرفشو داریم نه نسبت به شما مردم ایران عرق داریم، پولم نداریم. مگه همتی نگو آقا صندوق ما خالیه، حالا علی چلاق دستور داد ما رفتیم از صندوق ذخیره ارزی توسعه ملی پول برداشتیم که اصلا نباید این کارو میکردیم، حالا اونم برداشتیم مثلا تقی کلات سر، چی میگن تقی سر و کلا سر، تقی کلا نقی سر، این کار رو انجام دادیم که بتونیم خلاصه این چند وقت مملکت رو جلو ببریم، پول کارمندار رو بتونیم بدیم، یه ذره خشبرج بکنیم و فلان و اینها. کلن یک دلغک بازاری شده در دولت آقای گوزیده. فردا گوزیده اون مرده داره میره تاجیکستان قالیباف، این یکی داره میره ترکمنستان، اون یکی هم تو عربستان، این یکی هم تو زردستان، اصلا مملکت رو ول کردن. هر کی برای خوش دنبال کار و زندگی و خودشه، هر کسی. ظریف که آقای ظریف جمهور گوزیده که اون دفعه یکی از این خبرنگارا میگه من با هزار زور وقت گرفتم برم با عارف تو کاخ ریاست جمهوری صحبت بکنم، میگه تو این راه رو میری یا پسر عارف رو میبینی یا داماد پزشکیان رو میبینی یا دختر قاله ظریف رو میبینی یا الیاس حضرتی پسراش رو میبینی یا نمیدونم پسر اون یکی رو. میگه کلن کاخ ریاست جمهوری که باید دولت مردا بیان برای مردم کار بکنن تلاش بکنن، میگه شده کاملا پریوات خصوصی، فک و فامیلا میرن اونجا قراردادایی که پشت دست میخوان امضاهایی که میخوان و فلان دارن برای خودشون میگیرن. ببین اینقدر دیگه آشور شده دوستان، جدیدن اومدن استاندار یزد رو انتخاب کردن. خب
استاندار یزد رو انتخاب کرد که تو همین انتخابات استاندار یزد اومد به شدت به روحانی توپید، به شدت به همین ظریف توپید، اومد انتقاد کرد به نفع سعید جلیلی، الان اومده در دولت آقای گوزیده شده استاندار یزد. فیلمش هم هست، برید تو رادیو گیلان نگاه بکنید. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که من اون موقع به شما گفتم تو انتخابا، یادتون گفتم عزیزان نرید رأی ندید، سگ زرد برادر شغاله. این گوزیده رو علی خامنه ای خرگیر آورده، اون اصل کار اون شیطانه، اون بالا بازیگردان این بدبختی و فلاکت کشور ما همه دست علی چلاقه، همه. خب اما بریم یک موضوع دیگر رو من خدمت شما عرض بکنم، یکی دوتا موضوع دیگرم بگیم برای امشب، فکر کنم دیگه بس باشه. آها، امشب یه اتفاق دیگه هم جالب افتاده. من نمیدونم چرا امشب، یعنی همین لحظاتی قبل شبکه‌های عربی داشتن میگفتن که هشت و شعبی و این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی امشب داشتن ماشین مواضع خودشون رو، پایگاه های خودشون رو ترک میکردن. خب یه ذره اوضاع و احوال بیریخته. نمیدونم، یه خبری رو امروز ما زدیم، آقای بشار اسد امروز آمد پشت تلویزیون، نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود، چه فشاری بهش آمده بود، نمیدونم پیامی از طرف اسرائیل به دستش رسید، آمد گفت که من میخوام هر چه سریعتر نیابتی های جمهوری اسلامی، نماینده های جمهوری اسلامی، مستشاران جمهوری اسلامی، چه نظامی چه غیر نظامی، خاک سوریه رو ترک بکنن. یعنی دوستان این همه سال از قاسم کتلت گرفته، از دیگر تروریست‌های حماس گرفته، از پول شما مردم، شما مردم ایران، این حرامزاده‌ها دزدیدن، گفتن ما مدافعین حرمسرای بشار اسد هستیم، رفتن اونجا حرمسراهای بشار اسد رو نگهدارن. بشار اسد هم الان رید تو کاسه شون، الان آمده اعلام کرده که تحت هیچ شرایطی ما دیگه نمیخوایم شما اینجا بمونید، سیکتیر گید، یعنی برید گم شید، نمیخواین بمونی. ببینید اینها چه داستانهایی رو، واقعا آقا تو بیرون نقشه وایس نگاه بکن، جمهوری اسلامی هر جایی رو که ورود کرده اون کشور رو بدبخت کرده. شما سوریه رو نگاه بکن، یه زمانی برای خوش ابهتی کلاسی داستانی داشت، یه کشوری بود، نه جنگی بود نه فلان، حالا درسته هیچ منافعی منابعی هیچی نداشت، ولی مردمش داشتن راحت زندگی میکردن. الان نگاه بکنید یه قسمتشو که اصلا اون مخالفین بشار اسد، بعضی استانها دست اوناست که پرچمشون نمیدونم سبز و سفید و مشکیه، پرچم بشار اسد قرمز و سفید و نمیدونم مشکیه، اونا یه طرفو دارن، اصلا کلا ریدن تو این. به عراق نگاه بکنید، عراق هم برگشت جالب بود، نخست وزیرش امروز آمد تو کابینه دولتش برگشت گفت که آقا من دیگه نمیخوام نیابتی ها مثل هشت و شعبی، مثل نمیدونم کیا دیگه نمیخوام کتایب و فلان و اینها، نمیخوام تو عراق باشید، شما باید هرچه سریعتر اسلحه هاتون رو بذارید زمین و برید، یا بیاین با ما کنار بیاین وارد مثلا ارتش ما بشید فلان، یا برید دنبال زندگی خودتون، ما به زودی جلوی شما خواهیم ایستاد. این نخست وزیر جدید اسرائیل واقعا رفته به یه سری مراودات دوستانه و چه میدونم همکاری با ایالات متحده بسته، گفته آقا من میخوام کشور خودمو در چه میدونم مسیر توسعه ببرم، نمیخوام وارد جنگ بشم. اونا هم گفتن آقا برو یه اراضی لوباشو جمع بکن، ما هر جور امکانات بده میدیم. الان هم دیدید که قیمت هر گونه امکاناتی که بخوای بهت در اختیارت میذاریم. الان هم شما میدونید که قیمت مثلا پول ملی عراق خیلی رفته بالا و این خیلی خوبه. حالا اینو داشتم میگفتم، اینها وارد عراق شدن، عراقو به اون بدبختی و فلاکت کشوندن، اینا وارد فلسطین شدن، برید نگاه بکنید دیگه غزه ای نمونده، اینا وارد لبنان شدن، برید نگاه بکنید لبنان دیگه داره کم کم در و داغون میشه، خشک و بی آب و علف. شما برید نگاه بکنید سوریه رو داغون کردن، برید نگاه بکنید حوثی های یمن رو چند دسته کردن، دو یه قسمت یه نفر مدیریت داره، یه دسته. از همه مهمتر شما جمهوری اسلامی رو در خاک ایران نگاه بکنید،
شما برید 45 سال قبل ایران رو نگاه بکنید با 45 سال الان ایران رو نگاه بکنید، برید منابع مالی اون موقع رو نگاه بکنید، ذخایر ارزی ما رو نگاه بکنید، ذخایر طلای ما رو نگاه کنید، شاخصهای ما رو قبل از اون ور نگاه کنید. شاخصها رو که میگم بحث مثلا فرهنگیش بود، بحث علمی و دانشگاهی و نمیدونم اجتماعی و نمیدونم اقتصادیش رو نگاه بکنید، الان نگاه بکنید. یعنی اینها، این حرامزاده ها، اینها نمایندگان شیاطین به محض اینکه بعد از فتنه 57 وارد کشور ما هم در ایران شدن، ما رو به خاک و به بدبختی کشوندند که الان این وضعیت کشور ماست. که من امیدوارم هی دارم میگم، واقعا هم امیدوارم طی ساعات آینده واقعا وضعیت و ورق برگرده به نفع مردم عزیز کشور من ایران و این اتفاق میتونه بیافته. خب اما بریم، امروز یه اتفاقی هم تو بندرعباس و استان هرمزگان افتاد، تو سیستان بلوچستان هم افتاد از صبح امروز. ببین دیگه مملکت اینقدر دیگه به هم ریخته است، اینها 60 دستگاه امنیتی مثل نمیدونم پدافند غیر عامل، فناوری، افتاب، کوفت، زهرمار، هر کدومشون هم میلیارد میلیارد مردم ایران از جیب شما خوردن، دزدیدن، بردن، فاکتور سازی کردن، گفتن اصلا مگس در هوا پر بزند ما میگیریم، ما فلان میکنیم. ببین دیگه اینقدر برای هکرهای دنیا، این بانکهای ما، این ادارات ما، اینقدر هک کردنش آب و خوردن شده. هر روز دارن یه بانکو هک میکنن، یه مقدار پول رو برمیدارن میرن، اینا نمیفهمن از کجا خوردن. امروز یکی از این گروه هکری که وارد شده بود بانک صادرات رو زد، به چاله به بانک صادرات رو زد و خیلی امروز صبح بعضی از عزیزان ما در بندرعباس و در زاهدان از خواب بلند شدن، آمدن رفتن دنبال شماره حسابهای خودشون، دیدن که مثلا قبلا تا دیروز که دو تا شپش تو حسابشون نبود، یهو حسابشون میلیونی شده، یعنی یه پولای اومده بود تو حسابشون. حالا بعضیا فکر کنم زیر سیبیلی حالا برداشت کردن یا نکردن، بانک صادرات فهمید ای وای هک شده، دارن از هر طرف میزنن پولا رو دارن پخش میکنن تو حساب مردم، که من اگر هکرها اینجا هستن دارن برنامه ما رو میبینن، جان مادرتون اگر واقعا میتوانی. این بیچارهایی که رفتن از این وامای ازدواج و وام نمیدونم خرید اساس، اینا بدبخت بیچاره هستن، اگر میتوانید جان مادرتون این حساب پساباشون رو هک بکنید، پولا دیگه نتونن قسط و پست بدن، یه کاری بکنید به مردم حال بدید. امروز هم این هکرها همین کاری کردن تو بانک صادرات، خیلی پولا رو پخش کردن تو حساب کسایی که صفر بود. بانک صادرات دید از یه جا واقعا داره میخوره، اومد کل حساب‌های بانک صادرات رو بس. امروز کلا تعطیل بودن، مشخصا تو استان هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان. خلاصه مملکت خیلی تخمی تخیلی شده، به قول فرشاد آشور داغانیم عجیب. حالا ما میمونیم ببینیم طی ساعات آینده. آقای گالانتو که نذاشته بره در سفر با آمریکا، همشون هم منتظرن ببینن طی ساعات آینده چه اتفاقی میفته. هر اتفاقی خواهد افتاد ما از خدای کنار قلبمون میخوایم که این اتفاق به نفع مردم عزیز کشورمون ایران باشه. من امروز یک ساعت حرف زدم اصلا آب نخوردم دوستان. آخری موضوع رو بگم برم دیگه دنبال کارم، امشب خیلی مزاحم شما شدیم. خاک بر سر فدراسیون فوتبال ایران، خاک بر سر جمهوری اسلامی ایران. چرا؟ حق میزبانی از فوتبال ایران گرفته شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که دیدار ایران و قطر در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 در کشور سالس برگزار خواهد شد. این دیدار قرار بود 24 مهر در ورزشگاه مشهد برگزار شود. کنفدراسیون گفته که آقا شما هوای کون خودتون رو نمیتونید داشته باشید، مگه من مرض دارم یه کشور دیگر رو با اون همه ستاره های فوتبالیش بردارم بیارم تو کشور شما، فردا یه موشک بخوره اینا رو بتر کنه، تا آخر عمرم من باید اینجا تقاص اینها رو پس بدم. یعنی واقعا داخل کشور میرید صدا و سیما رو میبینید، گندگوزی اینها گوش فلک رو کر کرده، ولی جراید بیرونی رو میبینید، ببینید برای جمهوری اسلامی حتی
یک ارزن هم دیگه ارزش و اعتبار قائل نیستن. اتفاقا این خیلی خوبه، بذارید به فلاکت برسن، بذارید به بدبختی برسن، چون این حرامزاده ها بعد از فتنه 57 آمدن خیلی از ما مردم رو بدبخت کردن، بذارید الان با همین بدبختی و فلاکت از بین برن. من شیمی جانر بی میرم از اقصا نقاط کشور، امشب همراه ما بودید، همینجور هم همراه ما در شبهای آینده باشید. اگر ساعاتی دیگر اینها زدن به قول مادر بزرگان خوشان سر پیش دبدید بزن این زنگو دامستن، اگر زدن که ما مجبوریم بیایم ویژه برنامه داشته باشیم، اگر نزدن خلاصه ما فردا شب برنامه عادی خودمان را هم خدمت شما تقدیم میکنیم. همه شما رو تا درودی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.